گسترش ناامنی ها در آستانه برگزاری انتخابات، افزایش ناامنی ها در شهرهای مهم کشور، افزایش تلفات نیروهای امنیتی و به خصوص پلیس ملی و افزایش حملات انتحاری و انفجاری از مواردی هستند که نگرانی جدی مردم را نسبت به وضعیت امنیتی کشور برانگیخته است. دو روز پیش هم شماری از سران و بزرگان برخی اقوام خواهان به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری به دلیل افزایش ناامنی ها تا سال 2018 شدند. سلام، وقت بخیر. بیننده بخش دومی برنامه آخر خط به گونه زنده از نور هستید. آقایان محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان و محمد داود اساس عضو مجلس سنا در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش اومدین. تشکر. آقای کلکانی، با شما آغاز می‌کنیم که حالا به نظر شما ریشه ناامنی های اخیر در کشور در کجا هست و چی دلیلی وجود داره که ناامنی ها هر روز گسترش می‌یابند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین مجلس در میز. یک چیزی که باید خاطر نشان بسازیم، ناامنی ها در مقاطع مختلف دوام داره. فقط طور نشده است که در این اواخر شدت گرفته باشد. ما شما شاهد هستیم که این حملات دوامدار دور جریان داره، ولی که در این اواخر یک اندازه برای خود شدت کسب کرده است. عوامل مختلف داره که ما چند عاملش رو میتونیم بیان بکنیم. سفر رئیس جمهور به پاکستان و تعهد پاکستان بر سر میز کشاندن خود طالبا که بعد با دولت افغانستان و بالخصوص با کمیسیون عالی صلح بعد اینا نشستی داشته باشن، و مسئله دوم مسئله نزدیک شدن انتخابات و مسائل دیگه که در فرارو راه افغانستان قرار داره، مثلا انتقال مسئولیت های امنیتی به دولت افغانستان و خروج قوت های خارجی از افغانستان بعد از 2014. این عواملی است که عملات مخالفین اونا تشدید میکنه و عملیات مخالفین، این مخالفین میخوان که خود در جایگاه جنگ و موازی جنگی تثبیت بکنن، که این میتونیم گفته که اونا به این باور هستن که بعد از 2014 وقتی قوات های خارجی از افغانستان خارج میشه و ما میتونیم یک قسمت افغانستان تحت تاثیر و تسخیر خود قرار بدیم. و اونا در این اواخر شما معلومات دارین که هدفشان قوتهای داخلی افغانستان است، مثلا پلیس ملی، اردوی ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان. اونا میخواین که این هم بر جهانیان نشان بدن و هم در سر میز مذاکره دستاوردهای داشته باشن و هم آرزوها و آرمانها و امیاله هایشان است که ما میتونیم بعد از 2014 با خروج قوت‌های خارجی از افغانستان یک مقدار سرزمین افغانستان را تسخیر کنیم. روی این پالیسی و این استراتژی اونا عملات خود در این اواخر اضافه تر ساختین و اونا میخواین که برای مردم افغانستان و جهانیان بفهمانند که ما یک نیروی مخالف جنگی مسلح در افغانستان حضور داریم و هم در میز مذاکره و هم در میدانهای دیگه بتونن از این دستاوردهای خود استفاده خوب بکنن. بله آقای کلکانی، اول شما در جریان هستین گزارش داخله گزارش شده که در 6 ماه نخست امسال بیش از 1792 تن پلیس کشته شدن، که حتی دو برابر 6 ماه نخست سال پار است. واقعا این گونه تلفات از نیروی امنیتی افغانستان در شرایط کرونی چگونه یک وضعیت امنیتی را برنمایش میگذاره در افغانستان؟ اصلا خب این تلفات قبلا هم گفتم برای یک سال یا یک سالهای پار نبوده است. از حالا افزایش گفته که دو برابر سال گذشته به خاطر از افزایش یافته است. یکی از عامل عمده که افزایش یافته است تلفات نیروی افغانی یا پلیس یا اردوی ملی این بوده است که قبلا قوتهای خارجی در نقاط مختلف افغانستان جای به جای بودن، یعنی همی تلفات متوجه قوتهای خارجی بود است. وقتی که اونا به وزل جیشی ها و جاهای
که قرارگاهشان بود انتقال کردن، جایای از اونا را قوات های افغانی گرفت، پلیس ملی، اردوی ملی و سایر نهادهای امنیتی افغانستان گرفت. بنابراین تلفاتی که برای خارجی ها وارد میشد، حالا برای اردو و پلیس افغانستان وارد میشه. بنابراین اگر ما جمع کنیم که تلفات خارجی ها جمع تلفات پلیس در سالهای قبل، ممکن در این اواخر کاهش یافته باشه اگر آدم دقت بکنه و این درست جمع بندی بکنه. اگر ما نیروهای خارجی را هم تلفاتش جمع بکنیم و نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان هم جمع بکنیم، امسال ممکن که تلفات کم بوده باشه. ولی اگر در جمع بندی خود تنها نیروهای افغانستان یا نیروهای داخلی افغانستان محاسبه کنیم، طبعا در این که تلفاتی که برای خارجی ها وارد میشد، تلفاتی که به نیروهای آیساف وارد میشد، تلفاتی که به ناتو وارد میشد، همه تلفات برای نیروی افغانی وارد میشه. بنان ارقام تلفات و یا شهید شدن و یا تلفات چیز نیروی افغانستان بلند رفته است. و در پهلوش هم قسمی که قبلا گفتم، طالبا و یا نیروهای مخالف افغانستان تلاش میکنن که در چون فعلا مسئولیت های امنیتی با قوات های افغانستان انتقال پیدا میکنه، اونا یک هدفشانی است که میخوان امی پروسه رو ناکام بسازن و هم ضربات وارد میکنن که تا این زمینه ها برای آینده ای که باید قوات های خارجی راه و زمینه های موجود داشته باشه که کنترل صورت بگیره این وضعیت، دست کم امنیت هم تا آسانه برگزار انتخابات بهبود پیدا کنه و این تلفات این روی امنیت افغانستان هم کم شوه. بله، متاسفانه که هم نیروهای خارجی قسمی که لازم بود است در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم، اونا به شکل مسلکی و به شکلی که ایجاب میکنه اونا وارد صحنه نشدن. به این معنا که این از ابزارهای جنگیه که جنگهای گوریلایی را، جنگهای چریکی را و جنگهای که طالبا فعلا براه مندازن، اونا استفاده نکردن از تکتیک هایی که بخواین اونا را از بین ببرن، یک مسئله. و همچنان دولت افغانستان هم در پهلویش که مبارزه با تروریسم میکنه، مبارزه با دهشت افگنی و حراس افگنی میکنه، ولی در پهلویش یک اندازه اونا را از لحاظ نظامی تقویت میکنه. مثلا ما وقتی که عملیات های شبانه را، شما شاهد هستین، عملیات های شبانه از لحاظ مسائل نظامی و تکتیکی بهترین عملیات در مقابل حملات گوریلایی و عملیات چریکی است. یعنی ضد عملی چریکی چی است؟ عملیات های شبانه که دشمن در یک جایی که جمع میشن، بعد توجا در مو نقطه باید خونسا بسازی، که عبارت از عملیات های شبانه است. و همچنان بمبارتمان های هوایی که مؤثر و با دقت صورت بگیره، اونا هم تاثیر فوق العاده در جهت از بین بردن حملات دشمن داشته است. و همچنان خود بمبارتمان های طیارات بی پیلوت او طرف مرز افغانستان در جنگ افغانستان تاثیرات خود داشته است. متاسفانه ما عملیات شبانه بسیار محدود داریم و البته هیچ نداریم که توسط خود دولت افغانستان از بین رفت. ما بمبارتمان های هوایی که با دقت انجام میشد دور نداریم. طیارات بی پیلوت که طرف مرز افغانستان بمبارد میکرد بسیار عملیاتش کاهش یافته است. فلحاظ زمینه برای عملیات یا مانور عملیات های چریکی دشمن مساعد شده است. پس این در واقعیت یک کمک است برای قوات های یا نیروهای مخالف. اگر ما از تکتیک های نظامی مؤثر در مقابل جنگ های چریکی و گوریلایی که اونا تعقیب میکنن ما استفاده بکنیم، طبعا اونا عملیاتشون صفر میشد. خیلی سپاس آقای اساسالو. شما در جریان هستین که نگرانی ها از وضعیت امنیتی در کشور در حال برجسته میشه که مدت زمانی کمی به برگزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، واقعا فکر میکنین که این ناامنی ها ربطی هم به نزدیک شدن مسئله به برگزار انتخابات داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نور تلویزیون طول کارکونک اولیدونک فرمیز رسرام المنوت سلامون او پیجازه. رابا سو اصلا دی باست است افغانستان که
تدیارلو سکالورا پدی خوابانی د امنیت لپاره ته اوس چا کارونه ده کړی چې امنیت کې بهبود راشي. که څه هغه متحدین د ناټو یا جامع جهاني دلته راغلی ده او نه د افغانستان حکومت تر اوسه د امنیت پر بهبود کار نه ده سوی، د امنیت پر خرابیو کار سوی ده. که موږ د 2001 کال سره ونیسو تر 2010 کال، هر کال کې وضعیت په خرابېدو ده او نه پر سمېدو ده. نو دا خو د دې کوشش کېږي چې سړی سړی د دې کار کوشش وکړي چې سمې کړي، نو خو باید سمېدو خواته ولاړ شي. نو دا چې په ګډو سره د جمع افغانستان حکومت جمع خارجي قواوې د بې امنۍ خواته ګټه غواړي، په بې امنۍ کې خو ګټې پکښې کړي دغو دغه دنیا چې افغانستان ته راغلی ده، دا د افغانستان د غمه نه دي مړه. دغه دوی چې راغلي دي افغانستان ته، په افغانستان کې القاعده پیدا شوه، طالب پیدا شو، په بل نامه بل، دا ټول د دنیا زیږنده وه چې افغانستان ته راوستلو. افغانستان کې دوی ته زمینه، هغو مملکتونو ته زمینه مساعده شوله چې افغانستان پسې ډېر وخت خوله وتلې وه چې څه وخت به موږ افغانستان ته راسو، افغانستان کې به داسې بې غمه واوسېږو لکه نن چې دي، چې افغانان ته خپل دوی نخرې هم پر کوي، توریزم هم د دوی ده، جنګ هم د دوی ده، بیا هم افغانان ورته تاسو که نه یاست موږ بلا خوري. د افغانستان حکومت که ورته راسو، د افغانستان حکومت ولې کوشش نه کوي؟ تاسو ګورئ د افغانستان حکومت په فساد کې په دنیا کې اوله درجه یو، په مواد مخدر کې په دنیا کې اوله درجه یو. نو خدا خپله د دولت مداران غواړي، نو چې څوک چې شی نه غواړي خو نه کېږي. نو په بې امنۍ کې غلا شته، په بې امنۍ کې چور کولای شي، په بې امنۍ کې فساد کولای شي، په بې امنۍ کې په انتخاباتو کې درغلي کولای شي، په بې امنۍ کې دغسې اشخاص چې اوس ځان یو موکب ته رسولی ده، نو دا ټوله په بې امنۍ کې دي. که بې امنۍ ونه اوسېږي نو بیا داسې ډېر اشخاص شته. بله، واقعا فکر میکنم این کارکردهای کلی حکومت که شما اشاره کردین و همچنان این وضعیت جاری کشور ایجاب میکنه که چنین روانده تداوم داشته باشه و رو به بهبود نباشه؟ نه، زما فکر باندې خو چې موږ موضوع ته 2011 د یو وسه بیا تر 2011 پورې ورځ په ورځ باندې امنیت په خرابېدو ده. موږ نه ولیدل چې یوه ورځ تاسو وینئ چې زموږ پولیس ځي په یو جبه د جنګ کې جنګېږي، قرباني کېږي، هلته د طالب قومندان نیول کېږي. یو خو د هغه داسې په څارنوالو قاضي ورته لکه بیا چې راولي په مابس کې ډېر ښه د مېلمانه پر اکرم ساتل کېږي. که موږ د پلچرخي مابس ته ورسو چې یو مامور پر 10,000 افغانۍ رشوت نیول سوی او یو طالب چې په سلګونو انسانانو په وینو یې لاسونه سرې، هغه مامور خو راکوي چې 10,000 چې د ده په خپله معاش یې 15,000 ده او د ده د کور کرایه 10,000 ده. نو دی مجبور ده چې دې زمینه ده ته دولت مساعده کړي، دې فساد وکړي، غلا وکړي. نو هغه طالب چې په وینو لاسونه سره دي، هغه ته چپرکټ تلویزیون ټوله شان مساعد دي او له دې ځای سره د رئیس صاحب جمهور په فرمانو باندې ایله کېږي. دا خو د دښمن سره نو به هغه پولیس چې په خط کې په جنګ کې جنګېږي هغه به څه وخت وکولی شي؟ تاسو وینئ زه داسې ډېر پولیس پېژنم، ما خپله لیدلی دي چې هغه چې د طالب تر لاس ټینګ نیولی ده، راوستلی ده، دولت یې په لاس ورکړی ده، له دې ځایه بېرته ایله سوی ده، هغه پولیس بېرته هغه طالب په شهادت رسولی ده. نو دا هغه پولیس بیا چیرې وکړي؟ دا په افغانستان کې ما درته وویل چې ولې که ذاته یو مجرم ایله کېږي، دا خو کستان کارونه دي. دا خو داسې نه دي چې په یو طالب ایله سو که قضا ایله کړي په پیسو باندې، خو موږ فساد ادارې ده. هر جمهور چې فرمانونه ورکوي، زه به تا درته وایم په میدان وردګ کې دا معلومه خبره ده، په ډېرو ولایتو کې دا ده، په زابل کې دا ده، په زه چې پېژنم په دې ولایتو کې دغه اخر د رئیس صاحب جمهور فرمان چې ولو هغه طالبان ټول اوس په جنګ کې جنګېږي. دغه ډېر انفجارات دا جنګ څه زور اخیستی ده. دا اخرنی فرمان د رئیس صاحب جمهور سي یا د بګرام د ولایتونو د مابس څخه خلاص کړو یا د پلچرخې د مابس څخه خلاص کړو. اکثریت طالبان د جنګ زور اخیستی ده. دا ده په دې خاطر باندې جنګ باید زور واخلي. جنګ څو لامله اوس لري، د انتخابات په خاطر باندې خو نو خو ګټې یې دا شی دی چې په انتخاباتو کې که جنګ ونه اوسېږي نو خو نه کېږي درغلي. که جنګ نه اوسېږي بیا امنی ونه اوسېږي، خلک انتخابات ته راځي، د خلکو رایې ته باید سړی وزوري. ته ګورئ څونه انتخاب کاندیدان په موږ په دا مرکز کې لرو، یوه دا یوه ولایت هم په سترګو هم نه دی لیدلی چې ولاړ شي په ولایتو کې کمپاین وکړي، ټوله دلې سره راڅرخي، د یوه قومندان شي په بل قومندان شي، په یوه وزیر شي په بل وزیر شي. ته رایه د وزیر سره ده، رایه د والي سره ده، رایه د قومندان سره، رایه خو د خلکو سره ده. خلکو ته چا تر دا ورسره جوړ کړې ده؟ د چا غږ چې د خلکو د پوښتنه کړې ده چې ما ته رایه راکوې یا زه ستا غوړ د کاندیدتوري یم یا نه یم؟ خو دا مشکلات دی چې تر دا اوسه پورې افغانستان بدبختانه چې کم دوستان چې موږ د دوستانو په نامه یې بولو هغه پټ کې د دښمنانو کار سره کوي. پیرنیو حکومت چې موږ د افغانستان خلک د دې توقع یې درلودله چې دوی به واقعا د افغانستان د خوار او غریب پر سر باندې لاس تېر کړي، دوی هم نور لرګی پرې اخیسته او یې په دې دغه باندې. بله، حالا اگر کار صورت نگیره برای بهبود امنیت، اگر دست کم همین روندی که اکنون جریان داره کنترل نشه، فکر میکنین چی تاثیری بر روند برگزاری انتخابات خواهد داشت و همچنان اون مسئله مشارکت مردم در انتخابات؟ من
به فکر ما که انتخابات که ما امنیت و بیامنیت تیر شوه، بعض ما یک رئیس جمهوری نامشروع داریم برای دنیا که دنیا هم بگوید که پیلان که کرزای صاحب که دهی دوره می آمد خود جانکیری آورد بغلش نشسته شد که پروا نداره و رئیس صاحب جمهور خودشان اقرار کرد که ولا یک انتخابات خوب صحیح نبود، مداخله خارجه بود و بود. ما دنیا میخواهد که یک حکومت نامشروع بریا که مشروعیت نداشته باشه و بر مردم افغانستان هم مشروعیت نداشته، دنیا اینمی حکومت میخواه و پیلن که اینمی دولت مداره ما ای تو یک کسی را میخواه که اینمی تو نشوه که اینمی تو یک حکومت سالم خوب بیا که هر کسی صاحب شود دوزه در محکمه بکشه، یک کسی که خوب است امور به چوکی بشه خو اینمی توان است، اگر دوزه به محکمه بکشه یا خکوله کشه نیست بشه اینمی حکومت نیست بشه در محکمه در محبس میره، خو یا نمیخواه یا کوشش میکنه که ایت تو یک حکومت بیاره که او با پایدی ازی شما گپ مارشال صاحب شما دیده که گفت برای غوالی صاحب غزنی گفت که اگر حکومت دیگه کس بیاره تو را میمانه دمی چو که اگر ما حالیت داشته باشیم هر حکومت بیاره که ما کوشش کنیم که یک حکومت خوب باشه، اگر ما آدم خوب باشیم باید میایم، مردم برای ما ضرورت داره، حکومت برای ما ضرورت داره، ما باید بیایم، اگر آدم صحیح نباشیم ما را خواه که نیست که ما را کسی باز نمیاره. گپ اینمی جا است که اصلا امی انتخابات که پیش روی میه انتخابات دنیا انتخابات خو میشه 100% میشه و مردم هم در اینمی سام بسیار کم شاید بگیره و دنیا اینمی انتخابات باز چه تل و پتل انتخابات میگه که بیا شاید یا جانکیر بیایه یا از نواشری بیایه یا از انگلستان کسی بیایه که رئیس جمهور ما را معرفی کنم، باز ما اینمی 5 سال بعد بیشی نمیشه که یک حکومت حالا شما مشاره کردین که انتخابات گذشته مشکل خود را داشت و همچنان مشکلاتی که امروز حکومت با اون مشکلات گرفتار است نتیجه همون انتخابات بوده، فکر میکن چی تفاوت های حالا این انتخابات با اون انتخابات خواهد داشت و چقدر در واقع با استفاده از تجارب گذشته از انتخابات گذشته چی کار صورت گرفته برای بهتر شدن این دور انتخابات؟ بهتر خو نشده و چیزای من پیشه که بدید نمی ده او انتخابات و ده انتخابات پرک داره، ده انتخابات و انتخاباتی پرک داره که مردم باز یک چیش داشت که باشه ده انتخابات از او کده بهتر شوه، اما دلیلش با کدام دلیل بهتر شوه؟ یا که می بینه امی که او ده پاک صندوق پر کده بود امی سلامی چوکی است، او ده پاک درغلی کده بود معلوم است بر دنیا معلوم شد، خود حکومت هم گفت که اینمی سویجه درغلی شد به میلیارده رای در سندک ریخته شد و قضیهش سرای شهرزه ده و دوبهی رسید، اما آدم ها کلا گشتر چوکی است، اگر او طرف کمیسیون انتخابات بوریم اگر ده حکومت بوریم کلا گشتر همی چیز است و مردم ناومید میشه و بیامنی به امور سرخد رسیده که از اینمی جه آلی یک کسی تامیکنده رابطه نمیتنم سر سرک و کلگیش همین مردم کلگیش با همین منطقه کلگیش پداشت طالب است. سپاسگزار. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید آقای کلکانی. حالا شما هم در جریان هستین که گزارش های وجود داره که در هفته حتی 100 تن از پلیس امنیتی کشور کشته میشه و همچنان ناامنی های روزافزون در شهرهای کشور به افزایش حملات انتحاری. در پهلوی دیگر قماندان عمومی نیروهای خارجه در افغانستان گفته که مسیر جنگ در افغانستان به نفع حکومت افغانستان تغییر کرده، واقعا چی است؟ اصلا خب جنگ خب دوام داشته و دوام داره، ولی چیزی که در شرایط کنونی یا در اواخر تغییر کرده است او است که طالبا از عملات منظمه که به شهر بر در شهرها اونا انجام میدادن و عملیات انتحاری که تلفات ملکی و سایر تلفات اضافه تر بود و به شکل گروپی اونا روان میکردن و عملیات میکردن، از او حالت فعلا وضع مخالفین پایین آمده است، یعنی اون تا فعلا در یه اواخر ما که میبینیم عملات گروپیه که بتانن در یک شهر وضع مختل بسازن از او توانمندی ها پایین آمدین و نمیتونن. حالا فقط عملات های که زیاد تلفات و چیزهایی که برای اردوی افغانستان و پلیس افغانستان زیاد تلفات
به وجود میره او عبارت از ماین های کنار جاده هست. بله اولا همین بخشی از مشکل نیست واقعا که نیروی امنیت افغانستان ندارن تجهیزاتی که خونسا کنن. واقعا یک مشکل است که باید به با این ما سرش بحث میکنیم ان شاء الله. این یکی از تاکتیکایی است که دشمن از این استفاده میکنه. این به تناسب گذشته ها، گذشته ها طالبا یا مناصر مخالف دولت افغانستان گروپ های تروریستی و گروپ های انتحاری را به شهرهای افغانستان، بر نقاط بارز و نقاط مردمی افغانستان وارد میکردن تا وضعیت امنیتی را مختل بسازن. ولی در از این حد آل پایین آمدید. آل اونا زیاد تمرکز میکنن سر ماین گذاری ها و ماین گذاری های کنار جاده و امثال از این. ای ضرورت به ای داره که نیروهای افغانستان و همچنان نیروهای متحدین افغانستان، کشورهایی که به افغانستان از لحاظ تجهیزات و وسایط و وسایل کمک میکنن، برمیگرده به اونا که بعد اردوی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان با سلاحهای مدرن که دفع تعرضات و تجاوزات ماینی از اونا رو بکنه، یعنی به این معنا که بتونه ماین کشف کنه، خونسا کنه و بالاخره در مقابل ماین گذاری از اونا مبارزه کنه. یعنی این چیز تجهیزات لازم است که باید داشته باشن و کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن باید تیره برشان بدهد. ولی چیزی که ضرورت به جنای دولت افغانستان یا برای نیروهای افغانستان است که باید نیروهای افغانستان هم از عملکرد دشمن تکتیک های را بیاموزه و به خرج بده که تا عملات از اونها را خونسا بسازه. مثلا میتونه که اردوی افغانستان، پلیس افغانستان در مقابل ماینگذاری های از اونها از تکتیک های مختلف دیگه که تلفاتشان پایین بیاره و کم بکنه استفاده بکنن. مثلا میشه که تردد خود به شکل دوامدار از یک مسیر نکنن، میشه که افراد و اشخاصی که در نقاط افغانستان هستن از طریق امنیت ملی همکاری های مردم جلب بکنن، مردم با مردم تماس بگیرن و امثال از این تکتیک هایی هست که میتونه دشمنه از این مجرایی که افغانستان و اردوی افغانستان ضرب میزنه اینا هم در مقابلش از تکتیک های کار بگیرن که تا اونا را خونسا بسازن. این جنگ به اصطلاح جنگ جبهی ما گفته نمیتونیم، جنگ جبهی نیست و جنگ چریکی هست یا گورلایی هست که دشمن میاد شب خون در یک جای عمل میکنه پس میره. دشمن یک ماین در کنار جاده یا در یک شاهراه یا در سرک میگذاره و بعد خودش میره، بعد اون انفجار میکنه، یک عالم مشکل و تباهی رو خلق میکنه. در مقابل از این باید ما حرکت های مدافع گرولایی که من قبلا هم اشاره کردم، مثلا ما باید عملیات های شبانه را باید دوام بدیم، کمین های شبانه را باید افراز بکنیم، از عملات هوایی باید استفاده بکنیم و همچنان از دیگر تکتیک هایی که میتونه عملات گوریلایی و یا چریکی از اونا را دفاع بکنه. حالا طالبا یا مخالفین هم روز در نقاط با موترسیکل گشت و گذار میکنه، اما طریق هوا دیده میشم در طریق زمین و در پهلویش برای اردوی خود، برای مردم خود یک انگیزه بدیم که طالبا نوکر آیسای پاکستان به خاطر ویرانی و خرابی افغانستان و به خاطر آرمان ها و آرزوهای و هدف ها و استراتژی پاکستان در اینجا فعالیت دارند. ملت افغانستان باید در این راستا متحد شوند، متشکل شوند، همدست شوند، وحدت بکنند. حالا ما میبینیم در اکثر نقاط افغانستان، در ولسوالی ها، در قریه ها، در ولایت ها قیام های ملی در برابر طالبا که قیام صورت گرفته است و طالبا را از منطقه خود راندن. اما دولت افغانستان با کسایی که قیام میکنن، با کسایی که میخوان در مقابل طالبا
بجنگن و اونا را از همکار دولت باشن، همکار دولت باشه، همکاری نمیکنه. حالا در این روزا میبینی که یک کماندان هایشان کسایی که از مولوی سیبا و روحانیونه که در این مسئله نقش دارن اونا ترور میکنن، این خودی حرکت در نفس خونسا میکنن. بنان این دولت این برمیگرده به دولت افغانستان که بعد خیزش های مردمی را، قیام های مردمی را، رابط خود با دولت با مردم، با رابط خود با ولسوالی ها و قرا و قصبات مستحکم بسازه و یک همبستگی ملی و یک همبستگی وطنی را در مقابل تهاجمات دشمن بیگانه که ما میبینیم در هر حمله، در هر حمله شما میبینید که پاکستانی است، چچنی است و پنجابی کشته میشه و در داخل افغانستان. این باید دولت کار بکنه. متاسفانه دولت افغانستان نه برای ملت انگیزه داده میتونه، نه برای اردوی خود انگیزه داده میتونه و نه کارهایی کرده میتونه که بتونه مدافع خوب از عملیات های دشمن باشه. بله، یک مسئله را شما پیشتر اشاره کردین که الان نامنی ها و تلفات که نیروی امنیت افغانستان داشتن از گذشته های ادامه داشتن. واقعا فکر میکنین چرا تا این دم دست کم در این 12 سال گذشته رقم خوردن نتیجه مثبت یا منفی جنگ نه به نفع حکومت افغانستان بوده و نه هم به طرف به اصطلاح مخالفین مسلح دولت، چرا چنین روندی حفظ شده تا کنون؟ اصلا خب این موضوع بسیار یک بحث طویل میخواد و یک مطالعه عمیق. به نظر من متاسفانه قوتهای ناتو وقتی که در افغانستان آمدن اهداف کنا باید تعقیب میکردن، یعنی اهداف کنا برای خود تعیین کرده بودن، استراتژی کنا تعیین کرده بودن، اونا به استراتژی خود متحدانه عمل نکردن و پای استراتژی خود نرفتن. به این معنا مثلا در افغانستان آوردن صلح و امنیت و محو تروریسم یکی از اهداف و استراتژی ها بوده است. دوم، حکومتداری خوب و یک نظام دلخواه مردم متاسفانه به وجود نامد. دیگر در بخش سه، در بخش اعمار، بازسازی، خودکفایی افغانستان، بالاخره به وجود آوردن اشتغال، کار بر مردم افغانستان، بر جوان افغانستان متاسفانه کاری صورت نگرفت. این اهدافی بود که باید جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده امریکا باید در این مدت بر افغانها زمینه سازی میکرد. متاسفانه از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی اینا او اهدافی که تعیین کرده بودن با او اهداف نارسیده، در پهلویش که به اهداف نرسیدن و همچنان اینا استراتژی واحد نداشتن. حالا ما میبینیم کشورهایی که به افغانستان آمدن در ولایات های مختلف، در نقاط مختلف، هر کدام کشور در ولایت خاص طبق خواهشات امو کشور و استراتژی خود امو کشور با امو ولایت معامله کردن. اگه پی آر تی ها بوده است، اگر مسائل بازسازی بوده است، اگر مسائل انکشاف بوده است، اگر مسائل امنیت بوده است، اونا من حیث یک کشوری و تک محوری با او ولایت برخورد کردن. یعنی به این معنا قوت های خارجی که در افغانستان و بالخصوص ناتو که در افغانستان حضور داشتن، اونا استراتژی واحده در از بین بردن توریسم، آوردن سال و بازسازی و انکشاف افغانستان اونا نتونستن که ایفا بکنن. یکی از عواملی بود است که مثلا از لحاظ نظامی ما از لحاظ تکتیک های نظامی میگن دشمن تا آخرین لانه هایش باید تعقیب بکنی، اما وقتی قوات های خارجی به افغانستان آمد دشمن لانه هاش رو طرف مرز افغانستان فعلا وجود داره، تربیگاه، تجهیزگاه، تنبیلگاه و بالاخره صادرگاه قوات های دشمن های افغانستان او طرف مرز افغانستان قرار داره. اما ناتو و نیروهایی که به افغانستان، کشورهایی که به افغانستان نیرو فرستادند در جمع در رأس ایالات متحده امریکا دشمن تا آخرین لانه هایش تعقیب نکرد، بعد در لانه هایش از بین میرد. اونا را من حیث غده سرطانی در اونجا گذاشتن و بالاخره دوباره اونا انتشار کردن. حالا در سالهای 81، 82، 83 ما شاهد هستیم که موترها بسیار به شکل سالم میرفت قندار، هرات، پس دوباره میامد
ترانسپورت بسیار سالم میرفت، انتقالات میکرد، میرفت میامد به طرف های دیگه، به شهرهای افغانستان، به چهار طرف امنیت در قرا و قصبات افغانستان تامین بود. ولی عدم استراتژی واحد کشورها، یعنی قضیه کاملا برعکس شد، برعکس شد، دوباره زمینه رو به این مسائل ساخت که بد امنی و بالاخره بی امنیتی تماما کشور فرا بگیره، که یکی از نواقص عمده کشورهای کمک کننده و کشورهایی که حضور نظامی در افغانستان داشتند. و مسائل دیگه برمیگرده که ما در پالی خود یک همسایه که یا همسایه هایی که متاسفانه اونا آبادی خود در ویرانی ما میبینند، این اونا همیشه افغانستان ویران به نفع خود میدانند، که هم یک تاثیر بسیار زیادی را سر مسائل افغانستان میاد. سپاسگزارم. آقای اساس، حالا نیروهای رسمی خارجی و آمریکایی در آستانه خروج از افغانستان هستند و آقای کلکونه مشارکت که امروز نتیجه 12 سال حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان نتیجه برعکس میتوقن، فکر میکنین با این حالت آینده امنیتی افغانستان و همین مقطع 2014 و حالا برگزار انتخابات هم است چگونه خواهد بود؟ از ما فکر بنده امریکا هم خود افغانستان است هیچ وقت نوزی ده د افغانستان پر دولت بنده فشارونه دی رولیسی، ځکه امریکا تر دې ځایه ډېرې په سختۍ را رسېدلې. دا د دې دېرش کاله سیاستمدارانو کار و چې پر افغانستان پر سیاست باندې کار وکړي، دوی ځان دې ځای ته رسولی ده. نو دوی چې اوس جنګ د میدان یې ګټلی ده، نو دا میدان دوی دا نشي پرېږدي، دا یوازې د افغانستان پر حکومت باندې فشارونه دي راوړي چې موږ وځو او موږ وځو، زموږ ته د امنیتي تړون امضا سي، ځکه دوی د امنیتي تړون په خبره کې نه دي. دوی که امنیتي تړون امضا نه سي، دوی په تروریزم چې راغلي، تروریزم نور هم په واده کې ده. نو دوی عقل لري، یعنی اگر فکر میکنید در افغانستان هم بمونن، بودنشون بر مبنای این است که باید بر علی تروریسم مبارزه کنن و در افغانستان امنیت تامین شود؟ اصلا خو یا خو چی که اون روز که اول روز اول که گرفته به خاطر تروریسم، تروریسم نه، به خاطر که یا د بین آسیا یک جای برای خود پیدا کنه، از انمیج ایران، روس، چین، انمیج هندوستان، یا زیر تعدید خوان بیاره، به همون خاطر یا انمیج آمده. توریسم از کجا است؟ امریکا. اگر شما ما و شما 2001 ببینیم، یا از بحر که یک راکت میزد امیج خانه طالب میزد، پشترش خانه دیگه کس بود، دور قرض نمیگرد، هر طالب هر کسی در موتورسیکل جدا جدا میزد. اگر مو علت ما ببینیم، حالا اگر اینمی علت ببینیم، اما چی میشه که به امید توریسم کی آورده به افغانستان؟ اگر وقت بخواهیم میشه که ما توریسم کم میکنه، ایش 56 مملکت که آمده توریسم، اگر مو طالب ما ببینیم که طالب است، یا 2000 یا 3000 نفر است، خودشان بسیونی ملک اردو، پلیس اردو امنیتی داره میشه. طالب اگه ببینیم شه پی یک پیکا داره، یک کلاشنکوف داریم، ما آلی پیکا داریم، راکت داریم، کلاشنکوف داریم، رینجر داریم میشه، و هیچ چیزم نداره. ما باز بگویم که برای ما باید تجهیزات بده. اگه طالب عمو چی کنیم؟ طالب یک موتورسیکل داره، زخمی شیم ده، ما موتورسیکل میبره، شفاخانه نداره، من بی دیگه چیز نداره. خاصا اگر ببینیم شه که طالب از کجا پیدا شده، عیسی از کجا تا امروز با سر پای خود بالا میره، عیسی معنی سیایی که سیایی که چیزی نبخواه عیسی کده نمیتنه. و اینمی حکمدارای ما را که اینمی حالی داشتیم چوکی ششته تا این یک چیز ما میگم براتان، سر یک کماندان پوست انتیار میشه، انفجار میشه، 20 تا انفجار ما دیدی میشه که میشه، سر وزیرای ما چرا نمیشه؟ یک رئیس عمومی امنیت ملی خالد که همین روز اول گفت که ما جنرال طالب بشه او طرف پاکستان خط است، ما میبرم از بین، دا یک ما از بین رد اونه چی شد؟ امی دیگره وزیرا رسیل کو سر یک کماندان، امی کماندان کندار میگم برتان، از 30-40 انتحاری زیاد سد سرشن، سر امی وزیرا چرا نمیشه؟ میره دا مسجد انتحاری میکنه، سر امی وزیر ما شما چرا امرو یک روز نشده؟ چرا نمیمره یک وزیر؟ روز 100 نفر پلیس ما شما رو میمیره، چرا یک کماندان امنیت امی ببین از جانه میمیره؟ یک کماندان سایی باید پیش دامی خط بود. شما اگر ببینیم پلیس به شهادت میرسه، پس حالا مشکل فکر میکنید در کجا هست؟ مشکل در دنیا است، مشکل در امی حکمدارای ما است، امی که حال سر چوکی ششته. ما میگیم که انتیار سرش نمیشه، چی دلایل است که امنیت جور کده نمیتونه؟ چی دلایل است امی در امنیت چرا سعی نمیکنه که اینمی چرا جور نمیشه؟ از اینمی باگرام و از اینمی مابازه که امی بندی را ایلا میکنه، چه دلایل است؟ امی پیشتر کلاکانی صاحب گفت که امی عملیات شبانه که یک به ضرر طالب اینمی یک چیز بود،
با گرام ما بس و عملیت شبانه یا چرا می حکومت کوشش میکرد که نمی رباید بند شود طالب تجمع نمیکرد دا نپر یک جای نمیشد که جمع میشد یا میزد امی چرا ما کوشش کردیم که امی دولت من قرضه است میگفت که نمی رباید شد او طرف مرز کلگی ما میگم که القاعده او طرف مرز است همه قرضه است ما شما نگفت که امی طیاره باید بی پیلوت همینجا بمبار نکنه این چی دلایل است بر دنیا خود دنیا هم دیدیم خوش است که بر بدن قرضه است میره برش میگه که این رئیس جمهور میگه که از ما بس برنامه می نمی ریلا معاملات شبانه را چی کن یا اردویشان مشترک نمی کار میکنه این تو نیست که یک بدگر به تضاد میگه اگر امروز یا یکی به دیگه به تضاد گپ میزنه هیچ تضاد به نیازی نیست پس حالا بر مبنای این گفته های شما هرچی نامنی که امروز در افغانستان جریان داره خواسته بوده که خود همین حکومت این نامنی ها را به وجود بیاره؟ واقعاً در چند روز پیش اگر شما داده باشی ویان وزارت داخله گفت که ما امچند اولاده که شارش خلاب است ما اختار درج سوانه برشان کردیم هر روز ما ترارس میسازد دو هفته وقت برشان داده بود علی سه هفته شد چی شد؟ علی کماندان خو میپمه همی کماندان خو یک کار کده امی کماندان دیگه کماندان بازی میگه که برای ما اختار دادی که برو با کماندان میدان شهر ما اختار داده بودی چی کردیشه اصلا مشکل دینی می است خو رئیس صاحب جمهور که ایده پاک پاکستان میرد گفت مردم ملامت است مردم به نیمه سر خلاص نمیکنه امی رئیس صاحب جمهور گفت با پاکستان گفت گفتی سفر ما به درد نمیخوره نمیرم پاکستان خو میپامید که پاکستان ما بریم پیشاره است رب پیشارش از پاکستان قبول کرد دو روز که همه جامعه همه تغییر و تبدیل شد یک آدم مسلکی غیر مسلکی میاره در جای مسلکی برتن میندازه با کدام قانون و رئیس صاحب همون رو میبردی وزیر خارجه رو مقرر میکردی توی ما میخواییم که یک کار به حال کار سپرده شود تو میری یک کسی که دو سال دامی امنیت ملی تیر کرده هیچ امنیتی نه آورد برتن و هیچ دستاوردی نداشت تو خودتان پس کردی خودتان گفت که اینی میره از کار نیسته پس میادشه بر اول فکر میگین چقدر مهم است که واقعا به این عوامل چالش هایی که شما اشاره کردین که در نامنی ها واقعا داخل هستن توجه صورت بگیره و در حقیقت به عوامل داخلی امنیتی در افغانستان بیشتر توجه صورت بگیره و کار صورت بگیره بولش من میگم در اینمی باید که ما در امریکا که امی یک ترون امنیتی است که یکی سر میزا شوه که امریکا مطمئن شوه و پاکستان مطمئن شوه دیگه ما مشکلات ما بکم میشه و کم کم میشه و انتخاباتی که ما یک انتخابات پیدا کنم که مردم دو بیایه و انتخابات شفاف باشه اینمی رای ما از چالش که ما میبریم اینمی یک رای است که ما یک رای جمهور به برای مردم بیایه اگر این نامنی باشه واقعا چنین انتخاباتی که شما میگین خواهیم داشت؟ نامنی ما میگیم که انتخابات خو واقعا نیست خو انتخابات خو نیست خو باز ام اگر مردم یک دفعه سر خود تیر شد اگر از اینمی تیر شد که یک دفعه محمد گفتالیب اگر میکشی حکومت اگر میکشی ما میرم بر رای سندخ اگر مردم ای ایمت اکت احمد در سندخ رای خود انداخت ما میگیم که از اینمی چالش خلاص میشه خیلی سپاس ادامه برنامه پس از وقفه کوتاهی باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نو رسید. آقای کلکانی، حالا وزیر داخله پیشین هم در حقیقت قربانی همین نامنی های شعرا که جریان داشت شد و از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد. حالا فکر میکنید تقرری های تازه‌ای که در صدر رهبری وزارت داخله افغانستان صورت گرفته میتونه حلال و گره کش های این مشکلات نامنی بخصوص در بخش شعرها باشه؟ تا جایی که آدم میتونه نظر بده و تحلیل بکنه وزارت اصلا بخش وزارت ها یا در اس نقاطی که در اس قرار می داشته باشه همیشه باید مدیر باشه یعنی مدیریت خوب باعث از این میشه که قدمه های پایین و کسایی که در قاعده قرار دارن اونا خوبتر رهبری شون من به این باور هستم که وزیر داخلی قبلی و دوستای دیگه ما مدیریتی که لازم بود در قسمت آوردن امنیت و امنیت در شاهراه مدیریت لازم نداشتن به این معنا که اونا افرادی را در قماندانی شاهراه و یا تنظیم امور ترانسپورت وظیفه دار ساخته بودند که اونا
در امی بخش هم فساد گسترده میکردن. به این معنا که اسد موتر کمیشن و یا پول میگرفتن برای دولت تحویل میکردن و 200-300 موتر دیگر در مسیر را در این بدون پولی که به دولت تسلیم بکنن و یا پولی که به شکل آشکارا در وجه دولت حواله شوه او را در جیبای شخصی خود میانداختن و در مسیر را یک قطار 100 موتری به 400-500 موتری تبدیل میشد کی هم باعث از این میشد که اینا درست امنیت گرفته نتونن و باعث از این شوه که در شهرها تلفات باز هم فساد هم در گسترش نامه داخل بود هم در فوق العاده. حالا ببینین وقتی که یک قطعه از لحاظ نظامی آمادگی میگیره برای 100 موتر که بعد 100 موتر یا انتقالات بکنن در مسیر را این 100 موتر به 200-300 تا 500 موتر ارتقا پیدا میکنه. پس چطور میتونه یک قطعه که برای 100 موتر آمادگی گرفته است 500 موتر یا 200 یا 300 موتر عبور بده از نقاط خطرناک؟ این خودش فساد گسترده، هم اختلاس، هم فساد و هم از لحاظ تکتیک های امنیتی و تکتیک های که بعد از او استفاده شوه در خلاف تکتیک های نظامی عمل کردن است. بنان آل ما به این باور استم که گرچه حساس تشریح کرد وزیر داخلی موجود مدیریت داره، ای که مسلکی نیست و ای که در نظامی درس نخوانده است و مسلکی نیست، ولی یک تنها داشتن ویژگی مدیریت کافی است برای حل این معضلات. یک مدیریت خوب داره. خب ما اگر طور بررسی بکنیم که همه ابعاد یک شخصیت در افغانستان و در درگی کشورها تکمیل می باشه، این ناممکن است که یک آدم پروفشنال باشه، مسلکی باشه، مدیریت داشته باشه، مثال تقوا داشته باشه، عدالت داشته باشه و و و، ولی چیزی که در نظام و در مسائل امنیتی ضرورت است مدیریت است. مدیریت همه بخش های کارا را میتونه خوب درست استخدام کنه و از وجود افراد استفاده خوب بکنه. فلهازا به نظر من وظیفه داخلی موجود مدیریت داره. ببینیم دیگه از خداوندان برش کمک میخواییم که در آینده ها اونا بتونن در مقابل مشکلاتی که موجود است اونا از خود ابتکار نشان بدن و زمینه را مساعد به این بسازن که مردم افغانستان در یک فضای امن هم انتخابات خود برگزار بکنه و هم امنیتشون تامین شود. ولی چیزی که من قبلا هم گفتم برمیگرده برای دولت در جمع تشکیلات دولت در جمع سیاسیون و سیاست مدارای ما فقط ضرورت به این داره که مردم ها با دولت باید ارتباط بتن، یعنی همکاری مردم در جهت آوردن امنیت باید جلب و جذب و همبستگیشان بگیرن، یعنی یک جای بسازن و یک متحد خوب از مردم. حالا ما میبینیم در دیگه کشورها هر فرد کشورهایی که فعلا به ترقی رسیدین، به رشد رسیدین، هر فرد کشورش پلیس است. برو یک عملی که در یک شهرش انجام بده که خلاف قانون باشه، پیش از اینکه پلیس بیاید همو شخص یا خودش مانعش میشه یا ایست که دفعتا به پلیس زنگ میزنه که این عمل خلاف قانون در فلان نقطه جریان داره، میبینی که پلیس رسید و اقدام کرد. حالا اگر ما جلب همکاری مردم با خود داشته باشیم، مردم که تو همکاری کنن، آیا او طالب در کنار جاده مین گذاشته میتونه؟ آیا او در شاهراه عملیات کرده میتونه؟ آیا او اگر او طالب همکاری مردم با خود نگره در کجا شب تیر میکنه؟ در کجا نان میخوره؟ در کجا آب میخوره؟ در کجا زندگی میکنه؟ فلهازا این ضرورت به داره که ما دولت افغانستان همکاری مردم جلب بکنه و مردم در قسمت آوردن امنیت، در قسمت آوردن صلح، در قسمت آوردن یک فضای مطمئن باید همکاریش بگیره و مردم قانع بسازه، راضی بسازه و بالاخره در کارها همکاریش بگیره. این خلایی که وجود داره که عبارت از عدم ارتباط دولت با مردم است، این باعث از این میشه که فضا متشنج شود، مردم
از دولت فاصله بگیرن، با دشمن همکاری و کمک کنن. بله آقای کلکانیولو، گفته میشه که باید در رأس سکتورهای امنیتی و نظامی افراد متخصص واقعا گماشته شود که تخصص لازم را داشته باشن، و از سوی هم گفته میشه که حالا آقای داوودزی کسی بوده که دست کم در همین چند سالی که ناامنی‌ها بیشتر در افغانستان افزایش یافته نبوده و درگیر با قضایا و چالش‌های امنیتی در درون افغانستان نبوده. فکر میکنم واقعا تقرر و گماشته نشون چقدر آگاهانه و برای رفع و برداشتن این مشکلات صورت گرفته؟ ما قبلا هم برات گفتم که وزیر صاحب قبلی آدم متخصص بود، آدم مسلکی بود، آدمی بود که عمر خود در پلیس تیر کرد، ولی متاسفانه فضا قسمی آمد که او نتونست کار بکنه، یا ای که خودش عمدن نخواست، یا شرایط برش مساعد نشد، یا مشکلات های موجود بود، و یا بسا عوامل دیگه موجود بود، خب نتونست. بالاخره قسمی شد که بعد از طریق پارلمان هم عدم اعتماد گرفت و رئیس جمهور هم او را از وظیفه سبکدوش کرد. این ما اتکا باید به پروفشنل بودن و مسلکی بودن بکنیم، ولی اگر پروفشنل هم باشی، اگر مسلکی هم باشی، ولی اگر مدیریت نداشته باشی و اگر ابتکار نداشته باشی و اگر جرأت نداشته باشی و اگر درایت نداشته باشی و اگر تقوا نداشته باشی و اگر عدالت نداشته باشی، طبعا آدم کاری کرده نمیتونه. بنان یک مدیر خوب باید درای اوصاف مدیریت باشه. بنان به نظر من شرط اصلی مدیریت خوب است، ای که پروفشنال است نیست، ای که متخصص است مسلکی هست نیست، ولی اگر مدیریت سالم داشته باشه، بتونم از نیروهای خود به شکل درست استفاده کرده، او رو به شکل خوب استخدام کنه و سازماندهی شکلی بکنه که از چیز بسیار کم استفاده عظمی بکنه، از نیروی بسیار کم استفاده عظمی بکنه. این برمیگرده به مسائل مدیریتی. بنان یک کسی که مدیر باشه طبعا نتایج خوب می داشته باشه. سپاسگزارم. آقای اساس‌الله، وزیر داخلی پیشین در واقع تخصصش و خواسته و ناخواسته نتونسته که توقع شهروندان را در امر تامین امنیت افغانستان بخصوص در شهرها برآورده بسازد. حالا این کسی که تازه در رأس وزارت داخله هم گماشته شده، از دید شما چگونه است؟ ما باید تخصص و پلیس بدن عزیز را به این ثابت کنیم. وزیر سابقه اما پلیس اصلا پلیس بود و این لیاقت وزارت نداشت. ما هر وقت همی چند نفر داره میشه، همی حکومت یک چند نفر داره، همین تخصص داره، هم هر چیز داره. اگر ما و شما بریم ایدامی ایتیاتی با وزارت داخله از 200 جنرال اضافه میتشیشته و هر کس از 200 از جمله 200 از 1.5 اینمی وزیر صاحب سابقه زیر دست از بود، از 1.5 می وزیر صاحب زیر دست از کار کرده بود. همین ایتیات چیشته، ایتیات غیر پاد شده و ای را ما میاره میشه. اگر ما سابقه وزیر سابقه بیدیم بسیار پلیس بود، خب بسیار بود، چوکی پایین بود، ای را ما یک در پاور در بام بالا کرد، ای باید اتما نموتو میشد. از روز اول ما میم گفته بودیم که وزیر صاحب نمیتونه که دی کار بکنه، کسی باید اشته اشته بالا بره و وزیر صاحب داخله ای که نو آمده. ما به این پیک راستیم که وزیر صاحب داخله ای نو او طالب داره به یکی اسم تعلق داره، او یک دیپلمات بود، کلگی وقتش در دیپلماتی تیر شده بود. ما نمیم شاید آدم خوب باشه، شاید آدم واکن چی باشه. ما امروز از وزارت داخله که ما وزیر خارجه را ضرورت داشتیم. ما نداریم یک سیاست خارجی را. اگر ما تو یک آدم خوب راستکار در وزارت خارجه داشته باشیم، اون دیپلمات باشه، این رو باید چیر در وزارت داخله بیانش، این رو باید وزارت خارجه ببینن که ما کلگ دنیا سیاسیون کلگ رو میگه که ما نداریم یک سیاست خارجی. همین رو میورد در وزارت خارجه میبرد که همین سیاست خارجی ما سر نمی جور میشد. بله، حالا سوالم در اینجاست که واقعا این تغییرات بر مبنای این مسئله صورت گرفته که باید امنیت به افغانستان دوباره بازگشتانده شود، دست کم همین چالش های امنیتی که در این اواخر به وجود آمده از میان برداشته شود، یا کدام هدف دیگه است؟ نه، ما اول گفتم که هیچ کس ندارد اینمی که به امنیت کسی بگیره. برای امنیت به بود امنیت کسی امی خود رئیس صاحب جمهور، اینمی وزیر صاحب، او وزیر صاحب، ای وزیر صاحب، امی داوودزی صاحب سفیر ما و شما در پاکستان بود، امی یک روز گفت که اینمی پاکستان تو چه میکنی که امی
واسکته والا رو تو روان میکنی در افغانستان. تو دیدی امیر یک روز؟ هر روز میامد از این پاکستان تیر میشد. امی همیجا شش تا بود که سپیر ما و شما هست همیجا باید از کل که سرسد پاکستان هر روز برای ما همی اولش بده. که چی تیر میشه در پاکستان؟ شما دیدی؟ نه دیدی؟ هر چی که در افغانستان تیر میشد. ما میگم که در امنیت خوب پایده نیست در ازیا. بله. امنیت که باشه باز خوب پایده از دست میره. خو خیر است اینمی است که ما از وزیر صاحب خدا کنه که دینمی وزارت که امده یه رحم خدا سرش شوه که اینمی ایج امنیت برای خو من فکر نمیکنم که ما گفتیم که چند علت داره نمیشه مسلکی نیست تعلق به یک حزب داره و در ایتو یک وقتی امد که او خودش هم کاندید بود و او از کاندیداتوری تیر میشه میارش اینمی جا خوی معلوم گپ است یک بسیار واضح گپ است این نمیشه ما امیلت ما ببینیم در افغانستان همی شورای علمای ما شما است ببینیم مصر زود بسیار زود صدا میکنه که در مصر چی رئیر می حالت است هر روز در افغانستان این حالت است اگه یک روز مجبور شما پارلمان چیخ بزنه مردم چیخ بزنه یا بالا میشه یک روز همی ششتا ماش میخوره همی حالت ایک کلگی جنگ جنگ باید ایک کلگی در دست ملایه هست امروز او طرف میم به نام طالب بالا شده به نام عقیده بالا میشه هسته مت مردم در جمع طالب هم هسته که به خاطر عقیده آمده که اینجا امریکایی هسته او سواد نیسته ای چیز نیسته همون تو مردم بی سواد آمده که یا برش ملا برش میگه که جنت و اینی میره که کشتی جنت میره یا بالا میشه همین شورای علما شما چرا بالا نمیشه ماش میگیره اینی می یک روز دیدی که اینی می بالا شو که امین نشات کنه در هر مسجد و بره در ولایت بره در امین نشات چرا نمیکنه اینی می چی هسته شخصی ما شما هم کار نکرده همین کار سیاسی ما و شما هم هسته حال امروز میبینی که بخاطر انتخابات جمع میشه بخاطر از این میم جمع میشه که بیا بخاطر امنیت یک چیره برشان جور میکرد بر پارلمان میداد بر رئیس جمهور میداد که این یک چیره ما بر تان جور کردیم که اینه بیبودی با امنیت بیبودی امنیت اینه می هسته اگه دولت قبول نمیکرد کسی دیگر قبول نمیکرد باز معلوم میشد که دولت در اینه می دست داره خوی هم در یه چیز خاص کرده هم در کار دیگه هسته پارلمان خواست در مشکلات شکل خودشان در یک روز اگر چیغ بزنه دیگر روز وزیر سمالیه میگه چیزش هست او خودشان به خود آریان است او گپ تا یک سال سپید کده نمیتانه باز دیگر وزیر سمالیه داخله پشتشان می این همین مشکلات از ما میگن که تامو وقته که ما یک رابری سالم نداشته باشیم ما باید توقع نداشته باشیم نه امی حکومت داره نتانست این نتانست امی کل گیشه 99% نتانست اگه کسی باشه در اینمی جمع میگه ما تانیستیم ما میگم یا باید کار نمیکرد اینمی حکومت که پس ساد اول نمبرسیم حالیم بیبی که کلگیش با یک و با دیگه زاری میکنه که ما را ایجا مقرر کن برای پارلمان کار کس رای میگره بخاطر زاری و داری میگه اگه اینمی تو جای خود میندازی بخاطر یک 20,000 ماش خود دیگه تو امتیازات خود نیست 20,000 ماش است و این 20,000 ماش اگه خودشان در پساد قبول میکنه و میکنه ما میگم که یا حکومت که یک تغییرات صحیح نبیاده بینش اینمی چند نفر که میچرخه چند نفر والی داریم چند نفر کماندان داریم چند نفر وزیر بیر این رو سو بزن و رو سو بزن نگرانی ها در این اواخر و در رسانه برگزاری انتخابات برجسته شده واقعا فکر میکن هنوز اراده ای وجود داشته باشه یا زمینه ای هم وجود داشته باشه که دست کم تا برگزاری انتخابات این چالش های امنیتی از میان برداشته شود نه امنیت ما سر پس خدمت میگن که ازو که خراب بشه همین حالی که داریم همین حال بسیار خوب است حالی میاد خواهی کسی از خانه آمده میتنه از او با باید سیل که کلانی کامون کشته برتان میشه در مسجد تو مینه امروز این پیجار شد در کابل سبا میتید بی بی که در هر جای یک چیزی میشه که امی امنیت ما میگم از این شاید در امی اش ما که منده روز به روز ما از این امنی زیاد اگر ما ببینی میشه شش ماه پیش امن تلفات پلیس ببینیم بسیار کم بود این میال بالا نشانم بالا نشان میده از صد تا یک و نیم صد بسیار بالا است یعنی دیگه هم فکر میکنم حکومت نمیتونه این وضعیت را کنترل کنه و یا هم اراده وجود نداره برای کنترل این وضعیت میتونه چطور نمیتونه اگر بخواه حکومت بخواه که امنیت بیاره میتونه که امنیت بیاره اگر اینمی شورای علما را بگوی امیر رئیس جمهور این میشه بخواهشه که ما شما را ماش میتیم شما علما هستید شما اینمی پرزیتان است اینمی باید سرتان که برو در ولایت هر ولایت امی شورای علما برو در ولایت زابل برو در روزگان برو برای مردم نصیحت کو برو اگر کشته شدیم پروا نداری اینمی دولت اگر با امنیت یک چیز امی چیزا را پاس کرد امی 34 کماندان 34 والی را که در اینمی را پاس کرد این به احتیاط میره به بین مردم یک کسی را می آورد که بیا حالی یا خونه تانست یا مردم اون مطمئن شد که واقعیت حکومت داری را می خواهد
لكن حكومت مردم میخواد باز یک چیز میشه اگر ایتو نشوه د انتخابات ما 100% میگن که انتخابات و اول انتخابات خواست و همه چند والی و چند کماندان است هر کسی که هر چی قدر برد از علمی است دیگه به مردم خود توجه کسی نکرد اگر به مردم توجه کرده تا هیچ کس از مردم تابال پرسان نکرده که شما مرا قبول داری آلی یکش می از غرب می یکش از می از شرق میشینه می برنامه خود جور میکنه مردم چی میخواه از مردم پرسان کو مردم ده چی حالت است از مردم پرسان کو سپاسگزارم آقای کلکانی درست پیشم سران و بزرگان برخی حکومت و برخی نماینده های مجلس هم در نشستی گفتن که یعنی انتخاباتی که قانون اساسی افغانستان در او انتخابات را پیش بینی کرده و انتخاباتی که مردم توقع از او را دارند در چنین وضعیت امنیتی که افغانستان قرار دارد زمینه برگزاری وجود نداره آیا واقعا فکر میکنین امنیت به گونه جدی و نگران کننده باشه که انتخابات هم برگزار نشه و صدمه بزنه بر سراسری بودن انتخابات اولا خو انتخابات یک ضرورت مبرم مردم افغانستان است ما غیر از انتخابات دیگه بدیلی نداریم در وضعیت موجود افغانستان که ما بتانیم به او اتکا بکنیم و او را تایید بکنیم یعنی به این معنا که ما غیر انتخابات اگر فعلا مشکلات وجود داره طبعا این مشکلات ها سر گرفتن قدرت است اگر امنی بد امنی است به خاطر از این است که باید کسب قدرت بکنند یا اگر طالبان و یا کسی دیگه است حالا اگر ما قدرت حفظ بکنیم طبعا جنگ تشدید پیدا میکنه یعنی یگانه چیزی که در جهت کاهش جنگ رول بسیار عمده داره انتخابات است و انتخابات باید مطابق به قانون اساسی افغانستان باید صورت بگیره ما بدیل بر انتخابات نداریم اما چگونه باید انتخابات و چگونه ما زمینه را مساعد بکنیم یکی از مسئولیت های عمده دولت خیلی کوتاه فراهم کردن انتخابات چی زمینه های انتخابات است باید امنیت بگیره تأمین امنیت بکنه تا انتخابات عمومی سراسری و شفاف صورت بگیره بنان وظیفه و یکی از وظایف عمده دولت همی است فلحاظا دولت در این اواخری که میبینیم یک سر عملیات ها رو برا انداخت است که زمینه انتخابات فراهم بسازه به یوم امید هستیم که موفقیت های دیگری هم پیدا بکنه جامعه جهانی هم در این قسمت توجه بکنه و در پهلویش کشور همسایه ما را پاکستانه باید جامعه جهانی به جای خود بشانه که اونا در انتخابات افغانستان مداخله نکنن و طالبان را نگوین که برید کسایی که رای میده کلکایشان را ببرین اگر این کار صورت نگیره افغانستان انتخابات صورت میگیره و زمینه بر انتخابات مساعد میشه خیلی سپاس در پایان هم سپاسگزار هستم از حضور وقت مهمانان گرامی برنامه آقایان محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان و محمد داود اساس عضو مجلس سنا در این برنامه و شما بیننده های عزیز هم تا برنامه بعدی در همین فرصت خدا نگهدار.